سپاسگزارم. عرض ممنونم کنم که خدمت من آقای ایمان عزیز خیلی وقت صحبت نکردن، اگر بچه سلام بدونم میکروفون رو بدیم خدمت استاد سلیمانی گرامی. مخصوصا در مورد عایشه و 100%. سلیمانی. نه جسارتا من یه نکته عرض کنم خطاب با آقای ایمان، من فراموش جا نکردم. ناصرتان جا. نوبت شما آقای سلیمانی. خواهش میکنم با درود مجدد. خوشحالم که سرکار خانم دکتر بابک هم تشریف دارند. یادم هست دو سال قبل بود هم با خانم دکتر و هم شاپرک شجریزاده عزیز در روز 8 مارس دور هم نشسته بودیم و در برنامه تلویزیونی شرکت داشتیم و خب این افتخار مجددا حاصل شد برای من که مدیر افتخار. دقیقاً دقیقاً. آقای سلیمانی. برای ما هم باعث افتخاره که الان شما اینجا حضور دارید. بله برای ما هم واقعا باعث افتخار، از همه عزیزم تشکر می‌کنم. بزرگوارید. من میخوام از حالا یه پاسخی به سام عزیز بدم و برگردم به همون بحث عایشه. ببینید اینکه عده‌ای سعی می‌کنن اعتقادات خودشون رو حفظ بکنن یک حالت تدافعی ذهنی است که برمیگرده به تربیت، که خب حالا این تربیت رو می توانیم از عرف، آموزش، محیطی که یک کودک بزرگ میشه بگیریم. یعنی یک انسان سعی میکنه بنابر اون آموزشی که دیده در برابر برخی مؤلفه ها یک نوع حالت تساهل و تسامح داشته باشه، اما در برابر برخی دیگر از اطلاعات و آموزش ها به شدت مقاومت کنه. در واقع این برمیگرده به نوعی آموزش در درون خانواده. حالا من از همینجا نمیخوام زیاد شرح و بحث بدم، برمیگردم به سخن جناب لطفی عزیز که در پاسخ به فرمایشات خانم دکتر اشاره کردن که عایشه 6 ساله نبوده، 8 ساله نبوده. چرا اخیراً این مسئله باب شده که اینقدر راحت بپذیرن که عایشه 27-8 ساله بوده، 18 ساله بوده و 6 ساله نبوده؟ و شنیدیم که بیوه بوده، طلاق مطلقه بوده. بله بله، دلیلش این است که این نوع ادعاها متناسب است با اعتقاد جناب لطفی، هرچند پایه و اساس نداشته باشه، اما چون مفیده اون حالت اعتقادیش رو ساپورت میکنه، دفاع میکنه، ایشون به کار میبره. اما من اینجا عرض میکنم این یک حیله و حربه ایست که ادعی جدیدن سعی کردن برای پیراستن ساحت پیامبر اسلام ابداع بکنن. من خوشحال خواهم شد جناب لطفی عزیز یک سند به بنده ارائه بدهند که عایشه در زمان ازدواج با پیامبر اسلام 18 یا بیشتر سن داشته. اما ادله رد بر این مسئله کدام است؟ شما متقن‌ترین کتاب تاریخی صدر اسلام رو که طبقات ابن سعد هست، که در اون به شخصیت‌های پیرامون پیامبر، صحابه او، زنان مختلف پرداخته نگاه بکنی، نقل قول‌های بسیار مستقیمی از خود عایشه آورده، مبنی بر اینکه او 6 ساله بوده به عقد پیامبر در آمده، در 8 سالگی یا 9 سالگی با او زفاف صورت گرفته. دو، مقام عایشه نزد اهل تسنن بسیار برجسته است. طبیعتاً در نقل روایت‌هایی که از او دارند هم جانب احتیاط رو رعایت می‌کنند، هم جانب احترام رو. یعنی این گونه نیست که اونها بخواهن ساحت مادر خودشون که ام المؤمنین هست رو آلوده بکنن. شما جای جای کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب شیعه اهل تسنن نگاه بکنید، به صراحت عایشه بارها تاکید کرده که من 6 ساله بودم و سپس 9 ساله بودم که به خانه پیامبر اسلام رفتم. شاهد دیگری فاصله زمان ازدواج محمد با زفاف اوست، که خب اگر عایشه 18 ساله بود دلیلی نداشت که پیامبر اسلام بخواهد 2 سال به تأخیر بیاندازه. جناب لطفی، پیامبر شما بعد از جنگ خیبر صفیه‌ای رو به غنیمت میگیرد که پدر، شوهر، برادران او رو در گذشته کشته بود. هنوز از خیبر خارج نشده در میانه راه سراپرده در واقع تعبیه میکنند که ایشان زفاف بکنه. یعنی تا این اندازه ایشان علاقمند به زفاف فوری بوده. چگونه که ایشان در برابر یک زنی، که حالا من این حالت رو توجیه کنم و توضیح بدم ببینید چه اندازه وحشتناکه،
زمانی که چنین سراپردی تعبیه میشه، صبحگاه که پیامبر اسلام بیرون آمد، ابو ایوب انصاری رو دید که بر سراپرده خیمه ایستاده. گفت ابو ایوب، برای چه اینجا ایستادی؟ ابو ایوب پیامبر میگوید که یا رسول الله، ما دیروز پدر، پسر، عمو، برادر، شوهر این زن رو کشتیم. من ترسیدم که ایشان به جان شما سوء قصد بکنه. جناب لطفی عزیز، چگونه پیامبری برای شما میتواند اسوه باشد که هنوز چند روز از مرگ خانواده این شخص نگذشته با او زفاف میکنه؟ آن وقت همسر قانونی خود رو 2 سال به تأخیر میاندازه تا زفاف کنه. نکته دیگر، بنابر نقل خود شما و حالا به نوعی افراد مختلفی که در تاریخ بودن، فاطمه دختر پیامبر اسلام هم در سال 5 بعثت به دنیا آمد. این چیزیست که خود فقهای شما به صراحت اشاره میکنند. پس زمان ازدواج او هم با علی، او 8 ساله بوده. پس اینکه کودک بوده باشد بد نیست، در آن زمان عرف اون زمان بوده. چرا شما میخواهید دفاع بکنید از این عمل؟ چه چیزی موجب شده که ساحت پیامبرتون رو از این موضوع مبرا بکنی؟ مگر نه اینکه امروز اینها قبیحه؟ مگر نه اینکه امروز اینها مورد پسند نیست؟ اما شما چه میکنید؟ نقل قول مستقیم عایشه رو رد میکنید؟ کتب صحیحین رو رد میکنید؟ موثق‌ترین کتب تاریخی رو رد میکنید؟ میروید سراغ سن خواهر عایشه، تطبیق بدهید با سن خواهرزاده عایشه، تطبیق بدهید با سال فوت اون یکی، بعد یک ملغمه‌ای در بیاورید که بله ببینید عایشه 18 ساله بود، در حالی که سن عایشه بارها در صحیحین مورد تاکید قرار گرفته، اما یک روایت شما ندارید که سن اسماء خواهر عایشه مورد تاکید قرار گرفته باشه. دلیل این است که من عرض می‌کنم خدمت شما که می‌خوام پاسخ سام عزیز رو هم داده باشم. اصولاً مسلمانان کوچکترین مسئله‌ای، حتی اگر مجمل باشه، متشابه باشه، حالا به نوعی اصلا فاقد وجاهت هم باشه، فقط کافی است نظرات اونها رو تا حدودی تایید بکنه. از همون استفاده میکنن که ببینید نظرات ما درسته. اما آنجایی که نص قاطع و صریح در مورد یک مسئله داریم، به دنبال توجیه و تأویل و انشاءالله گربه بود و این یکی نیست و اون یکی شاید باید بررسی بشود و از این داستان ها داریم. بنابراین خواستم در این فرصت که حالا کوتاه این هم پاسخ سام عزیز رو بدم که این حالت تدافعی ذهنی این عزیزان روشن بشه و همین که به مسئله عایشه پرداخته باشیم که عزیزان سن واقعی عایشه رو که خودش اقرار کرده نه یک بار بلکه نزد مفسرین، محدثین و همینطور مورخین آمده رو به نوعی دارن کتمان میکنن. عرضم تمام. جناب دکتر ایمان ببخشید، بحثایی که در این روم اتفاق افتاده خیلی پراکنده بوده، از حوزه‌های مختلف بحث کردید. اون کسانی هم که مسئول پاسخگویی بودن صرفا بنده بودم و جناب آقای لطفی، این یک مقدار دور از جواب مردیه. ما بایستی بحث رو هدفمند و متدولوژیک پیش ببریم. درباره ناکنین این وقایعی که شما فرمودید، اولین بیوگرافی از زندگی پیامبر صلوات الله علیه 120 سال بعد از رحلتشون نگاشته شده. بعد از رحلت پیامبر کسانی که بر مناسب قدرت اومدن، حالا با توجیهات مختلف گفتن حسبنا کتاب الله، یعنی کتاب خدا برای ما بسه، و از ثبت و ضبط روایات و حتی تواریخ معتبر امتناع کردند. اولین کتاب 120 سالی که من اسمش رو فراموش کردم، مؤلف این کتاب بسیار بسیار در مزان اتهامی که جز یهودیانی بوده که بعدها مسلمان شده، و بسیاری از بزرگان شیعه، بسیاری از بزرگان اهل سنت وثاقت او را مخدوش دانستند. عرضم به حضورتون که بعضن هم مطالبی نقص کرده که ضد و نقیزه. حالا من صرفاً میخوام یک اشارتی بکنم، از این بحث خارج بشیم، بریم سر بحث حجاب و اون مباحث حقوق زن که عنوان گروهه. فالمثل درباره یکی از قضاوات از وی بنی قریظه، این همون کسیه که ادعا کرده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه دستور دادن در نصف روز 700 نفر گردن زده بشوند. همون فرد در کتاب خودش نقل کرده که در دو روزی که قلعه تحت محاصره بوده، یک چوپانی بوده گوسفندان اهالی این قلعه رو میچرانده، اومد مواجه شد با لشکر اسلام. لشکر اسلام گرسنه بود، چشم طمع دوخت به این گوسفندان، خواستن این گوسفندان رو کباب بکنن و تناول کنند. پیغمبر اکرم اجازه نداد،
گفت حق ندارید به گوسفندها تعرضی بکنید، این متعلق به اهالی این قلعه است. حالا چطور شما میتونید یک همچین دو گزاره مانعت و جمعی رو بپذیرید؟ یک جا پیغمبری که به گوسفندان ترحم میکنه، یک جا پیغمبری که به مردانش اون قلعه ترحمی نداره و اونها رو گردن میزنه. این گزاره ها متضاده. من عرض کردم ما مبنامون در پذیرش روایات و تواریخ قرآنه، معیارهای قرآنی داریم. قرآن میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر برای رحمت، مگر برای اینکه برای عالمیان اهل رحمت باشی. خب طبعا با این مناس و با این معیار ما بایستی کدوم یکی از این دو گزاره رو قبول بکنیم، گزاره اولی یا گزاره دومی؟ طبعا گزاره اولی. حالا سر این نمیخواستم بحث کنم، صدای بنده میاد دیگه. چرا چند دقیقه این چیزه آخه؟ نه ببین، من میکروفون گوشیم سرکار خودم مورد داره. خواستم به خدا اینا اساسا نه، ببخشید اجازه دارم پاسخشون رو تو این بخش اول بدم؟ نه من یه نکته عرض بکنم، من الان میگم خدمتتون. بچه‌ها راجع به مقوله حجاب هم یک مبحثی گفتید که بلا جواب بود. اشاره کردید که عده‌ای آمدن منزل پیامبر، گویا حالا به یکی از همسرانشون نگاه میکردن، غیرت پیامبر به قلیان در آمد و حکم حجاب تشریع شد. چنین چیزی کذب محضه، کما اینکه علتهای مختلف دیگری رو هم بعضا مستشرقین برای وجود حجاب و تشریع حجاب ذکر میکنن. برخی میگن حجاب از آموزه های ایران باستان بود که به واسطه سلمان فارسی به عرب راه پیدا کرد و پیامبر از سلمان آموخت و ده ها نقل قول این چنینی. حجاب یک اصلی، ببین اصل حجاب جز فطریاته در اقوام مختلف، در مذاهب مختلف، در ادیان مختلف به طور اجمال و حالا با یک بیس مشخص بهش اشاره رفته. در اسلام هم آمده با حدود و ثغور مشخصی، البته نواندیشان دینی هم درباره اون حدود و ثغور بحث هایی دارند. نمیتونید ناکنین با استناد به یک سری از اسرائیلیاس ما بخوایم این حکم رو مخدوش بکنیم و بگیم صرفا به واسطه غیرت پیامبر بوده. جسارتا من به رغم احترامی که برای شما استاد بزرگوار قائل هستم، به این بخش از فرمایشاتتون ایراد دارم. آقای ایمان اجازه آقای من دارم ایمان. اجازه. که باید برم خدافظی کنم. خواهش میکنم بفرمایید. البته من مطمئنم که شما جواب خیلی بهتری دارین، ولی یه جواب خیلی کوتاه بدم به ناصر جان. اینه که در مورد تضاد صحبت کردن که از او من گفتن در مورد گوسفند و انسان، ذبح گوسفند و انسان و محمد. اگر شما با دقت بیشتری نگاه کنی ناصر جان، در همون کتاب قرآنی که تو اینقدر اعتقاد داری، ببخشید شما اینقدر بهش اعتقاد دارید، ابتدا وقتی که قدرت نداشت در مکه بود، چه انسان مهربانی بود این محمد شما، خاکستر میریختن رو سرش، صداش در نمیومد. اما به محض اینکه با ازدواج با خدیجه قدرت پیدا کرد، پول پیدا کرد، ثروتمندتر شد، مهاجرت کرد، هجرت به مدینه و دیگه اون محمد محمد نبود، شد بسم القاسم الجبارین. از تضاد صحبت کردی عزیزم، قرآنت سراپا تضاده. با دقت بیشتری به اون قرآنت نگاه کن، تعصبتو بگذار کنار، به عنوان یک جوان بارز و عاقل و باخرد و فرهیخته و به دور از تعصب سعی کن ترجمه کتاب رو. ما زمانی که یک کتاب دینی ما باید تفسیرش بکنیم تا بفهمیم معناش چیست، آنجاست که باید بسیار سوال کنیم در مورد این کتاب. کتاب انقدر باید صریح باشه و سلیس باشه که یک کودک 8 ساله هم بتونه متوجه بشه. چرا کتاب دینی شما انقدر سخت و دشوار است که هر کدوم شما باید یک تفسیر رو، یک مغلطه و یک سفسطه ازش بسازید؟ و ضمناً خانم سهیلای عزیزم، اینقدر به ناصر ما به گناه نده، اینقدر با اشتباه ناصر رو صدا نکن. امشب پشتش، فردا هم روزش رو باطل کردی. شب و روزتون خوش عزیزای دلم. استفاده کردیم از منظرتون. میتونم صحبت کنم؟ خیلی ممنون. اجازه بدید ببخشید فقط یه نکته آقای ایمان سلیمانی عزیز میخواستم بگم. سپاسگزارم. آقای سلیمانی ببینید، نکته جالب اتفاقا همینه. جناب ناصر عزیز صحبت از بحث متد و روش میکنن. خب اشکالی نداره، من از شما روش خواستم، متد خواستم. در مورد سن عایشه گفتم نقل قول بیارید. حالا شما اشاره میکنید که این کتاب ها بعدن نوشته شد. خب باز مشکل شما اضافه تر میشه.
پیامبری شما دارید که گفتید باید به سیره او عمل بشود. سیره یعنی روش زندگی پیامبر اسلام. شما مسلمانان یا پیامبران شما، صحابه شما، امامان شما چرا دست روی دست گذاشتن که 120 سال 130 سال بعد افرادی سوء استفاده بکنن؟ شما در واقع با این بیان ادعای عمل به سنت محمد رو زیر سوال بردی. چرا؟ چون در مورد یک چیزی داری سخن میگی که در موردش سند متقنی وجود نداره. نکته دیگر این که احتمالا شما ابن اسحاق رو نام بردید که او یهودی بوده. نه، اتفاقا اشکال امام مالک بر ابن اسحاق و دیگران این است که ابن اسحاق نقل قول یهودیان رو هم آورده که به همین دلیل جایگاه ابن اسحاق برجسته هست. چون یک مورخ از زاویه یک محدث نگاه نمی کنه که هرچی هم عقیده های من گفتن درسته، بلکه میره اقوال مختلف رو هم میاره کنار هم قرار میده. شما روایت جنگ ایران و عراق رو فقط میخواید از گوش سرداران سپاه و دهان اونها بشنوید؟ خب شما باید به طرف عراقی اسناد اونها رو هم بررسی بکنید. اتفاقا اشکال بزرگ شما که پژوهشی نگاه نمی کنید همینه که شما فقط میگید ما درست میگیم. ببینید جناب ناصر عزیز، این یک اشکال بزرگ شما شیعیان عزیزه. اهل سنت 1 میلیارد و اندی انسانه، محدث، مورخ، فقیه، مفسر، همه چیز در اونها هست. اما شما میدونید چی میگی؟ شما میگویید چون اونها به اعتقادات ما نزدیک نیستن، هر چه دارن برای ما بی اعتباره. پس شما در جایگاهی نیستید که بحث از متد و روش کنید. دوست بزرگوار، متد و روش رو کسانی دارن که همه اقوال رو کنار هم قرار میدن. شیعه و سنی سواه نمی کنن. نکته دیگر، ببینید آدولف هیتلر یک شخصیتی تاریخی است در دوران ما. کسی است که حتی نسبت به حیوانات هم مهربان بوده، حقوق اونها رو لحاظ میکرده، هیچگاه در زندگی شخصی خودش زنباره نبوده، اهل مشروب و این چیزها نبوده و به این نوع چیزها هم اعتقاد نداشته. آیا صرف عدم شرابخواری او نشان میدهد که او آدم هم نخواهد کشت؟ صرف رعایت حقوق حیوانات او نشان میدهد که او مرتکب قتل عام نخواهد شد؟ ببینید اینها هیچ ربطی با هم نداره. ما غزوات متعددی از پیامبر اسلام داریم که کاروانها رو به نوعی قبضه کردن، زنان و کودکان مردم رو فروختن. چقدر از زنان صحابه برده بودن؟ چقدر از زنان افراد مختلف خود پیامبر اسلام جزء بردگان بودن؟ گاو و گوسفندها و شترانی که می آوردن، باغ فدکی که شما مدعی هستید از ما غصب شد، این باغ فدک مال چه کسی بود؟ مال یهودیان بود. پیامبر اسلام اون رو تحت تصرف خودش گرفت و مدعی بود از اموال اینها باید به دختر من بدهید، یعنی آقازاده است، به زنان من بدهید، اینا تو خونه من هستن. آقازادگی از اونجا آمد. پس شما باغ فدک رو رد میکنی؟ اگر رد نمیکنید باید بگید به چه دلیل اموال مردم رو ایشون تصرف کرده. اگر خیلی رحمت للعالمین بوده، این رحمت للعالمین چه دلیلی دارد که یک منطقه عظیمی به نام فدک رو غصب کنه؟ چه دلیلی دارد که اموال مردم خیبر رو بین نوادگان خودش تقسیم کنه، بین همغور و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تقسیم کنه؟ چه دلیلی دارد که زنانی رو به عنوان کنیز نگاه داره؟ خب اینها رو که شما نمیتونید منکر بشید. پس شما نباید بگویید چون پیامبر ما در یک واقعه مثلا آمد به گوسفندانی رحم کرد، پس او هیچ وقت آدم نمی کشت، هیچ وقت گوسفند به غنیمت نمی گرفت. نه، شواهدی که نشان میدهد ایشان غنائم گرفته، دیگه شما باب دارید در فقهتون، باب نگهداری کنیز، باب نگهداری و سبک کردن، باب جهاد. خب شما به اینا رو بخونید، با این همه روایات چه میکنید؟ بله رحمتون للعالمین هست، این گونه اینا تعارفاته. دوست بزرگوار من، اینا تعارفاته. شما نمیتوانید بگویید ما برای احکام خودمون آنقدر قطعیت قائلیم که از سنت پیامبر بیرون میآوریم که با زنان خودمون چگونه برخورد بکنیم، اما زمانی که در برابر شواهد به نوعی بر علیه خودتون قرار میگیرید، به راحتی بگید اینا 120 سال بعد نوشته شد. و اگه 120 سال بعد نوشته شد چرا اجراش میکنید؟ چرا در قانون درآوردیدش؟
شما از یک طرف میگویید سنت پیامبر قرار هست در طبق اون حدیث به ما در حوض کوثر تا اون زمان بمانه. پیامبر ما گفته دو چیز رو میان شما میگذارم، قرآن، سنتم یا حالا عترتم یا اهل بیت. خب اینا که بودن، چرا پس به مردم میگید باید اینا رو اجرا کرد؟ اما زمانی که برخلافتون میگید اینا 300 سال بعد نوشته شد. پس یک نکته ای که باید دقت بکنید این است، ما اینجا شأن پژوهشی رو ما لحاظ میکنیم، و نکته دوم این که شما باید بدانید یک انسان ممکنه عقایدش به مرور زمان تغییر کنه، کما اینکه پیامبر اسلام اهل مکه رو بخشید. چرا؟ چون خیشاوندانش بودن. اما در برابر بنی قریظه و دیگران نبخشید، چون نسبت به اونها سیاست دیگری داشت. بین اینها باید شما تمایز قائل باشید. یک حکم کلی نمیتوانید در مورد زندگی یک شخصی صادر بکنید که انواع و اقسام کارها رو انجام داده و حتی در قرآن و سنت پیامبر ناسخ و منسوخ وجود داره. ناسخ و منسوخ یعنی اینکه یک انسانی دائما در حال تغییره، یعنی امروز یک حکم میده فردا اون رو نسخ میکنه. پس شما با یک موجودی که دست نخورده باشه، احکام او بدون تغییر باشه روبرو نیستید. اگر بودید که در قرآن نمی آمد ما ناسخ و منسوخ داریم، یا در سنت پیامبر نمی آمد ناسخ و منسوخ داریم. اینها رو باید لحاظ بکنید. عرضم تمام. میتونم یک کوتاه من یک سفروال مطالب عرض بکنم؟ من عذرخواهی میکنم جان دل، بله بعدش میام. اختیار دارید. مرسی، ممنونم. مرسی سهیل جان. من در تو صحبت قبلی متوقف فرصت نشد بگم، تو صحبت قبلی در مورد حق طلاق توی قوانین جمهوری اسلامی که بر مبنای قوانین اسلامی هست که از زن گرفته شده، و من گفتم که خب زنها خشونت بسیاری میبینن، در خشونت خانگی رو مجبورن تحمل کنن و حتی در زمان طلاق خیلی مورد خشونت قرار میگیرن. هم آقای ناصر و هم آقای لطفی گفتن که میتونن یکی از راههایی که باز هستش به روی زنان این هستش که در شروط قبل از عقد این رو ذکر کنن و حق طلاق رو بگیرن. من یه سوال داشتم، و آقای لطفی همیشه من دیدم که خب میگن که از به برابری حقوق زن و مرد معتقدن و خودشون رو مدافع زنان میدونن. یه سوال دارم، آیا شما در مورد کیس خانم نجمه واحدی و هدا امید چیزی میدونید؟ این دوتا خانم به دلیل بازداشتشون و زندان 7 سال و 8 سالشون، حکم زندان 7 سال و 8 سالشون آموزش شروط قبل از عقد بوده، برگزاری کلاس‌ها برای زنانی که آموزش ندیدن، اطلاع ندارن که میتونن از این حق استفاده کنن و شروط در شروط قبل از عقد این رو قید کنن و برای اینکه در آینده دچار مشکل نشن مثل من و هزاران زن دیگه. این دوتا خانم کلاس‌های قبل از عقد داشتن و به این دلیل بازداشت شدن و الان حکم 7 سال و 8 سال دارن. کاملا هم بر طبق موازین جمهوری اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، فعالیتی جز این نداشتن و الان در زندان هستن. آیا شما اسمشون رو شنیدین؟ میدونین که حوزه فعالیت این دوتا زن چی بوده؟ آیا آقای لطفی برای آزادی این زنان کاری انجام دادین؟ برای اینکه این زنان همون چیزی که شما اینجا میایین و ازش صحبت میکنین در حضور این همه زن که پایین هستن همین کار انجام میدادن، ولی خب بازداشت شدن، مدتها مورد بازجویی قرار گرفتن، انفرادی داشتن، اذیت شدن و الان هم باید 7 سال و 8 سال در زندان باشن. من این سوالم رو، چون شما این رو به عنوان یک به هر حال راه در روی برای زنان هر دو معرفی کردین، سوالم اینه که از کیس این دوتا خانم اطلاع داری و آیا کاری کردین برای آزادیشون؟ خانم سهیلا، من یه نکته هم عرض کنم که جناب ناصر هر دو رو با هم پاسخ بدن. ببینید، ما اصلا حق طلاق در اسلام توسط زنان به رسمیت شناخته نشده. این حق صرف مرده و اگر بخواد میتونه این رو به زن بده. منتها زن چه میتواند بکند؟ ما یک طلاقی داریم به نام خلع که به واسطه کراهت زن از شوهر، زن موظف هست مالی به شوهر بدهد تا شوهر او رو طلاق بده.
اگر حق طلاق برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، زن بدون دادن مال میتوانست خودش رو طلاق بده. این هم نشانه و اماره است که شما در درون اسلام چیزی به نام طلاق یا حق طلاق زن ندارید، بلکه باید با رشوه دادن مرد رو قانع بکنید که دست از سر شما بردارد. اگر در مورد این هم توضیح بدن ممنون میشم. بله، عرضم به محضرتون که در خصوص حق طلاقی بنده مفصل عرض کردم. ضمن العقد میتونه مرد خانم رو وکیل بکنه که خودش رو مطلقه بکنه. این در قوانین جمهوری اسلامی هم اومده، وفق عموم و اطلاق قواعد هم هست و هیچ معنی نداره. ضمن اینکه بسیاری از فقهای ما فتوا دادن که بر مبنای اسر و حرج نیست خانم میتونه خودش رو مطلقه بکنه، این هم بازی فقهایی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن نیست. عرض کردم سید یزدی که در عهد قاجار زندگی میکرده، فکر میکنم عهد قاجار بوده، چنین فتوایی داده که خانم میتواند با استناد به اسر و حرج خودش رو مطلقه کنه. یک سرفصل دیگری هم هست به نام طلاق قضایی که بسیاری از فقها قائل به اون هستن که فقیه با توجه به ولایتی که داره میتواند خانم رو مطلقه بکنه. این مباحثی که هست عرض کردم از قواعد اسلامی هم اتخاذ شده. اما راجع به اون چیزی که سرکار خانم فرمودند، من و آقای لطفی مطلقا مدافع عملکرد جمهوری اسلامی نیستیم، چه بسا که در محاکم جمهوری اسلامی یک رفتار خلافی هم واقع بشه. من این خانمی که فرمودید رو نمیشناسم و عرض کردم بسیاری از رویه هایی که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابه مطلقا با اسلام سازگاری نداره. ما اینجا داریم بحث صرفا تئوریک میکنیم. و اما جسارتا راجع به مبحث ناسخ و منسوخ که فرمودید، بنده به شخص نظریه حضرت آیت الله خویی رو در باب ناسخ و منسوخ قبول دارم. ایشون به کلی معتقدن فقط و فقط یک آیه، اون هم آیه نجوا که حتما مستحضر هستید، اون آیه نسخ شده. یکی در قرآن هیچ مورد نسخی نداریم، بلکه آیاتی که به ظاهر تنافی مدلول دارند، یعنی محتوای اونها با هم منافات داره رو میگویستی جمع دلالی کرد، جمع میانه اینها کرد. جناب ناصر، من آیه تغییر قبله، آیه تغییر قبله آیا جزء ناسخ و منسوخ هست یا نیست؟ اگه فرض بفرماییم هست، فوقش میشه دوتا آیه. اما اون آیه که شما در قرآن اشاره میکنید راجع به ناسخ و منسوخ که تصریح کرده، اون آیه ناظر به مباحث تکوینیه و همچنین نسخ شرایع، نسخ احکام شرایع پیشین. اون آیه میگم یا راجع به مباحث تکوینیه یا در بهترین حالت در وسیع ترین نگاه ممکن میتونیم بگیم نسخ احکام شرایع پیشین بوده. بنده مقالش هم میتونم براتون بپرسم. شخص آقای خویی با ادله مختلف اومدند مبحث نسخ رو زیر سوال بردند، همچنین روایاتی که ناظر بر نسخ هست رو هم از حیث سندی و دلالی متعرض شدند. حالا اون چه که ممکنه خانم ها فرمودند، سرکار خانم دکتر، که سیره پیامبر در مدینه با مکه، در مکه با مدینه تفاوت داشت، ناکنین شرایط فرق کرد. آیاتی مثل لا اکراه فی الدین که در ابتدای ورود پیامبر در مدینه نازل شد تا قیام قیامت به قوت خودش باقیه. حالا ممکنه بگن این آیه با آیه وقتل المشرکین حیث و وجدتموه چطور قابل جمعه؟ اون آیات آخر، آیات سوره توبه، ناظر به 2 سال انتهای عمر پیامبره و ناظر به شرایط خاصی. اینها مطلقاً منافاتی با هم ندارند. وقت دلال مشرکین حیث وجدتموه ناظر به مشرکینی که کمر به حد مصدمه به اسلام بستند، نه مشرکین بیطرف. جناب ناصر، شما در ابتدای بحثمون اشاره به عام و خاص کردید که در فقه ما وجود داره. ما من آمن الا وقت خصه، درسته؟ چگونه آیه لا اکراه فی الدین رو یک آیه همه زمانی میدونی؟ اما آیات سوره توبه که اتفاقا آخرین نظر قانون گذاره بر فرض ناسخ نبودن، اون رو فقط محدود به همون 2 سال آخر زندگی پیامبر میدانی؟ آیه لا اکراه فی الدین، حالا من عرض میکنم خدمت شما، شأن نزولش مربوط به اخراج بنی قرب بنی نذیر از مدینه است که عده‌ای چون با یهودیان و مسیحیان پیوند داشتن گفتن اینها هم جزء ما هستن و باید با ما کوچ کنن. پیامبر اسلام اونجا اشاره میکنه لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، اینها میتونن مسلمان باشن و پیش ما بمونن. پس اتفاقا بنابر شأن نزول لا اکراه فی الدین یک آیه خاص و محدود به زمان خودشه.
از نظر تقدم و تأخر هم باز میبینیم که آیات سوره توبه هست که دست بالا رو داره، یعنی اون آیاتی است که قانونگذار آخرین نظر خودش رو بر اساس اون تبیین کرده. پس نفرمایید که اون یکی، چون این مطلب شما کاملا برخلاف اصول و متدی هستش که در واقع در حتی خود فقه شما میتونه وجود داشته باشه. میتونم صحبت کنم؟ نه آقای ناصر میتونی صحبت کنی. یغمی شما ناصر جان لحظه اجازه بدید. یغمی عزیز شما بالا تشریف دارید ولی عذرخواهی میکنم بذارید که دوستان بحث تخصصشون رو ادامه بدن، در آخر به شما هم میرسیم. بگو ناصر. خیلی ممنون خانم سویلا، فقط من همین میکروفون زدم که این موقع من رو کیک نکنید، چون راجع به بحث عایشه شده بود. من با آقای لطفی خیلی درگیری داشتم، دوباره ایشون فرار کردن، الان من با 23 مدرک اومدم از کتابای خودشون. خواهش میکنم بمونید که در من با شما اصلا من با شما اصلا درگیری. ناصر بگو. عرضم به محضرتون که اون چی که من دوباره عرایزم رو تکرار میکنم، میبینه این آیات هیچ گونه منافاتی وجود نداره، کما اینکه فقط آیه لا کراف الدین نیست. میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، مردم رو به دین خودت بخوان با حکمت با موعظه حسنه، و اگر هم خواستی با اونها جدال بکنی بالتی هی احسن. آیات الا ماشاءالله هست. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، خدا شما رو نهی نمیکنه از کسانی که باهاتون نجنگیده اند در حوزه دین و شما رو از دیارتون اخراج نکرده اند دوستی کنید، ولو اینکه اونا کافر باشند. این آیات با آیات سوره توبه مطلقاً منافاتی ندارن. آیات سوره توبه در دو سال انتهای عمر پیامبر نازل شد، مربوط به تحرکات خاصی بود که مشرکین داشتند. بله الان هم در عصر ما ناگهان ما کفار تقسیم بندی های مختلفی دارن. برخی از کفار اصلا کفار معاهدن، با ما عهد و پیمان بستن، کفار معاهدن هستن، و برخی کفار حربی هستند، یعنی کفاری که حالا من وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم، کفاری مثلا فرض بفرمایید اسرائیل، کفاری که کمر به حدم اسلام بستن. حالا شاید در این مسلاق شما خدشه بکنید، من بحث سیاسی نمیخوام بکنم، اما جنگ بنای ستیز با اون سن کفار هست، نه همه جور کافر. شما نگوین در فتح مکه پیغمبر اکرم یک شخص مثل صفوان ابن امیه فرار میکنه از ترسش، پیغمبر بهش امان میده برمیگرده، ایمان هم نمیاره، اسلام هم قبول نمیکنه. 3 ماه 4 ماه وقت از پیغمبر میخواد، بعد از 3 ماه 4 ماه با اختیار میاد ایمان میاره. آیا پیغمبر در اون 3 ماه 4 ماه او رو مجبور کرده بود که میبایستی عرضم به محضرتون که ایمان بیاری؟ خیر، اینجا دیگه همون دایره شمور لا اکراه و دینه. یه بسیاری از کسانی که شما نگاه کنید ایمان آوردن، ایمانشون ظاهری بوده. پیغمبر مطلقا راجع به عثمان ابن مزعون من حرف میزنم، عثمان جناب عثمان ابن مزعون کسیه که در مکه ایمان آورد به پیامبر. این خودش در حالا خاطراتش تعریف میکنه، میگه که من اوائل محمد رو فرد جسوری میدانستم، محمد رو فرد قدرتمندی میدانستم، کس اشراف زاده بود که علیه اشراف شوریده بود، من تا پیغمبر نمیدونستمش. 4 سال 5 سال بر این منوال گذشت و بعد من بهش ایمان آوردم. آیا پیغمبر متعرض این شد که چرا ایمان قلبی نیاوردی؟ خیر، در دین اجبار نیست. بله اگر کسی بخواد فساد سیستماتیک بکنه اون موقع هستش که ما باش برخورد میکنیم. اما راجع به فدک که شما فرمودید حاتم بخشی کرده به فاطمه، آیات 1 سوره مبارکه انسان رو حتما خوندید، آیات عزم میخوام میانی سوره مبارکه انسان میبرم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینکه 3 شب پیاپی یک بار مسکین یک بار یتیم یک بار اسیر آمد و در خانه از امیرالمومنین و زهرا مرضی ازشون مطالبه نان کردن، اونها هم یه قرص نان داشتن در خونهشون، اون قرص نان رو دادن به فقیر. بلا استثناء تمام مفسرین تمام مورخین معتقدن این واقعه بعد از اعطای فدک به حضرت زهرا بوده، یعنی فدک دست زهرای مرضیه بوده ولی در خانهش جز قرصندانی نبوده. با این پول چه کار میکرده؟ انفاق میکردن این پول رو. و علت این که این فدک به دست زهرای مرضیه سپرده شده بود برای این بود که بعد از رحلت پیامبر اینها مال از زکات مستغنی باشند و بتوانند در حوزه زمامداریشون از بیت المال مستغنی باشند. این چیزایی بود که بنده به ذهنم خطور میکرد. حالا شما اگر امری دارید من در خدمتم.
من اگر اجازه بفرمایید یک جمله رو بگم از خدمتتون مرخص بشم. اجازه بدید یغمای عزیز، آقای لطفی عزیز اجازه بدید یه دقیقه همتون ببخشید دوستان، اجازه بدید آقای سلیمانی عزیز اگه اجازه بدیم بزنیم یغما اون 27 موردی که گفتن رو بگن که بعد حالا بریم سراغ دوست بعدی. بس بذارید ما بریم یک چرا هر چقدر دوست دارن بگن. چرا آقای لطفی به هر حال 27 مورد میگن که سکوت کردم. یک ساعت سکوت کردم. فکر میکنم 15 مورد اینا فقط آقای دوست عزیزمون و خانم شجری مطرح کردن. به ما اجازه ندادید یه جمله بفرمایید. خانم ناصر اجازه فرمایید. آقای ناصر شروع کردن به صحبت کردن، شما خواستی همون بخواستی خیلی توهین آمیزه. ببین صدا اینجا میوت کردید، من نمیتونستم حرف بزنم، این خیلی کار بدیه. بازش کنید بعد فقط میتونیم باز کنیم. آقای لطفی اجازه بفرمایید. سبسطه چرا میفرمایید شیخونا قول قولا لینا. آقا این اسم شب، آقا اجازه بدیم ببخشیم دوستان، این اسم شب که میاد آقای لطفی یه لحظه ببخش منو، میدونم آقای لطفی این اسم شبی که بین شما رد و بدل میشه، من میدونم شما رو، بله اسم شبی که بین شما رد و بدل میشه واقعا من تنها بدنم میلرزه. خوشحالم تو کلاب هاوس هستم، اگه یه جای بسته بودم من پا به فرار میذاشتم. نه قول و قول یعنی هر لحظه احتمال انفجار هست اینجا. نه قول لگن یعنی من یه جمله اجازه میخوام عذرخواهی میکنم، باور بفرمایید خدا شاهده من به قدری خستم دیگه، فکر کنم از گرفتگی صدا متوجه من میشید. دو دقیقه تمام میکنم جناب لطفی، دو دقیقه بله. شما آقای یغما شما به محض اینکه وارد شدی چطوری الان میکروفونو باز کردی پس حرف زدی؟ نه من الان چند دقیقه پیش خواستم صحبت کنم، دیدم خود به خود این بسته شد، یعنی شما نمیدونم کدوم یکی از خب برای اینکه آقا ناصر صحبت میکرد، برای اینکه نوبت ناصر بود جناب لطفی. نه قبل از اینکه آقا ناصر شروع کنه، چون من میدونم که یک ساعت بیشتر سکوت کردم، من فقط اینو میخوام بگم آقا یغما به محض اینکه وارد شد گفتن که آقای لطفی فرار کرده. دوست عزیز من نه با شما گفتگوی رو در رو داشتم، نه مناظره با شما داشتم، نه اصلا دوست دارم با شما مناظره کنم جناب لطفی. من و شما راجع به اتاق اتاق آقای کاوه بود، ما دوستان چند نفر دور هم داشتیم گفتگو میکردیم، شما وارد شدید یک سری مسائل مطرح کرد آقای کاوه، فکر کنم اینجا شاهده چند تا جمله بین ما رد و بدل شد، بعد شما هم گفتید من کار دارم رفتید. اینکه به محض وارد شدن به یکی میگی فرار کرد، اینجا میدان جنگ نیست. دارید خب الان چه ایرادی داره؟ اجازه بگید من یه جمله بگم. اشکال نداره بگه، من شنوندم واقعا خیلی خستم بعد از شنیدن صحبت‌های ایشون. فقط من از شما عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بفرمایید آقا ناصر اینجا تشریف دارم من از خدمتتون مرخص بشم. خانم شجری زاده، این موردی که شما فرمودید این دو تا خانم رو من واقعا نمیشناسم و اسمشون هم نشنیدم، و این جرمی که شما اگر واقعا به این کاری که شما گفتید صرفا به خاطر این دستگیر شده باشن، محاکمه شده باشن و 8 سال زندان به اینها داده شده باشه خیلی ستمه. آموزش دادن نه جرمه نه یه کار مجرمانه است. با توجه به شناختی من نمیخوام از دستگاه قضایی کشورمون مطلقا دفاع کنم، ولی واقعا من به عنوان کسی که سالها بودم کار حقوقی دارم انجام میدم، اصلا نمیتونم باور کنم یه قاضی به خودش اجازه بده و جرأت بکنه یه شخصی رو به صرف آموزش محاکمه کنن و 8 سال زندان بدن. 8 سال خیلی زیاده. بله برگزاری شروط ضمن عقد. بله الان چند تا از وکلا اصلا این لازمه، توصیه میکنن اشخاص رو آموزش بدین به حق و حقوق خودشون آشنا بشن. آشنا شدن مردم به حق و حقوق خودشون باعث میشه که دادگاه ها خلوت بشه، این همه مشکلات. آقای لطفی من یه چیزی بگم؟ نه یه لحظه جملم تمام بشه. تمام داره اجازه بده حرفش تموم شه. آره میخوام اینو بگم که واقعا من احساس میکنم خانم شجری زاده اطلاعات شاید نادرستی در اختیار شما گذاشتن. شما هم چنین چیز رو باور نکنید، این واقعا جرم تلقی بشه. الان من امشب توی چند تا گروه بودم، خانم های وکیل بسیار مؤدبانه بسیار باسواد اومده بودن همین مواردی که شما داشتید میگفتید و به خانم ها آموزش میدادن و واقعا قابل استفاده هم بود. من خیلی هم خوشحال شدم که
در واقع خانم ها رو دارن به این حقوقشون آشنا میکنن. به شما شما آدم دروغگویی نیستید، احساس میکنم به شما اطلاعات غلطی میدن. آقای لطفی، این در تمام خبرها اولا که من خب با این دوتا خانم با صفحه اینستاگرامشون آشنا بودم. نجمه واحدی وکیل هستش، کاملا بر طبق موازین جمهوری اسلامی فعالیت میکردن. شما یه سرچ سادم بکنید میتونین این رو ببینین. البته که جمهوری اسلامی کلن هر کسی رو بگیره یک حکم تبلیغ علیه نظام میزنه، ولی واقعیت امر اینه اگه سرچ سادم بکنید در همه خبرگزاری ها نجمه واحدی و هدا امید. البته من میدونستم که شما و آقای ناصر اسم این دوتا فعال حقوق زنان رو نشنیدید. من اینجا به خاطر که مطرح کردید در مورد شرایط شروط ضمن عقد، من خواستم فقط بگم که دوستانی که پایین هستن اگر احیانا با این دوتا فعال حقوق زنان آشنا نیستن، بدونن که چه اتفاقی افتاده و این رو هم بدونن که این دو زن نه کنشگر بودن، نه معترض بودن، نه فعالیتی خارج از موازین جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی با حکم‌های 7 سال و 8 سال الان در زندان هستن. ممنونم خانم شجریزاده. آقای لطفی، یه نکته عرض بکنم به جناب ایمان، یه نکته اجازه بدین در ادامه فرمایش آقای لطفی مطلبی هست و همچنین فرمایش خانم شجریزاده. آقای لطفی، شما فرمودین و به درستی هم گفتین که 8 سال خیلی زیاده، یعنی برای خود شما هم خیلی جای تعجب هست و باید اینا حتما یک کار خیلی بدی کرده باشن. که غیر از آنچه که خانم شجریزاده گفتن، سبا کرد افشاری که باز هم احتمالاً شما و همفکرانتون نمیشناسید، یه دختر 22 ساله فقط و فقط به شکل شخصی، نه به گروهی وابسته بود، نه هیچ اقدامی کرد، نه هیچ مقاله نوشته بود، روسریش رو از سرش برداشت، گفت من قانون حجاب اجباری رو دوست ندارم. ایشون رو به 3 برابر اون زمانی که شما گفتید خیلی زیاده الان محکوم کردن، 24 سال زندان بهش دادن. حالا که قراره برید درباره اون دوتا تحقیق کنید، لطفاً سبا کرد افشاری رو از قلم نندازید، شما که به قول خودتون کارتون اینجور چیزاست. سامان جا، ممنونم ازت به خاطر نکته ای که گفتید. شما از مستندات داخل پرونده اطلاع کامل دارید، وکیل داشتید. من اطلاع ندارم، من اشتباه میکنم. شما برو پیگیری کن ببین مستنداتش چی بوده. آقای لطفی، منتشر شده همه اینها در جاهای مختلف توسط طرفداران حقوق بشر به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده. آقای لطفی، شما فقط میتونید یه سرچ کوچولو بکنید. من سرچ میکنم حتما. سلام دوستان، سلام، خیلی ممنون خانم سویلا. من سلام عرض میکنم خدمت آقای سلیمانی امیری عزیز. ایشون جای معلم رو دارن برای ما، خیلی معذرت میخوام در حضور ایشون. من این رو میگم فقط جناب لطفی، من یک چیزی رو به شما بگم که شما گفتید من دروغ میگم. من و شما صحبت کردیم راجع به 3 مورد. یک، گفتیم وسط صحبت من نپرین داشتم، گفتیم تمام دین اسلام کاملا عقلانیه. من گفتم مشکلی نه، شما بیاین راجع به اصول دین شما قیامت جسمانی رو برای من عقلانی توضیح بدین. این یک مورد. و گفتیم همه اینا باید مستدل باشه. گفتم مشکلی نه، شما بیاین استدلالتون راجع به معاد رو بگین. اگر صحبت پیامبر اسلام نبوده، یک گزینه برای اثبات عقلانیه معاد ندارید. در رفتین از این صحبت، یک مورد. دومین مورد راجب مرتد فطری، شما گفتین استنادتون به شهید مطهریه، ایشون اصلا مجتهد نیسته، شما میگفتین استنادتون به اونه. من گفتم همونم بیارید، نداشتید. شما تفاوت ارجه بودن مطهری و ابوالقاسم خویی رو نمیدونستید. جناب کاوه شاهدن، باز هم فرار کردین. حالا من برای شما بگم آقای کاوه، ما هفت اجازه بدید بحث پراکنده نشه. من عرض میکنم جناب لطفی، صبر بفرمایید. خانم سهیلا لطفاً دوستان رو میوت کنید، ایشون اینا فکر کنم همیشه برحقن. خب حالا بدیم من برای لطفاً دیگه هیچ کس برای دوستان بخونم. آقای یغما 2 دقیقه وقت داری صحبت کن. چش دوستان صحبت. حضرت محمد صلی الله در طول عمر شریف خیش با زنان متعددی ازدواج کردند. برخی از این زنان دارای برجستگی و شخصیت‌های خاصی بودند، از جمله زنان آن حضرت که در تاریخ صدر اسلام نیز تاثیرگذار بوده، عایشه دختر ابوبکر بن ابی قحافه.
مادر او ام رومان بنت امیر بن عامر است. بنابر گفته خدا عایشه، رسول اکرم او را در سن در سال 10 بعثت، 3 سال قبل از هجرت، در حالی که 6 ساله بوده تزویج کرده است و 8 ماه پس از هجرت عایشه به سن بلوغ رسید، زندگی مشترک آنها در مدینه شروع شد. البته در خصوص زمان عقد و ازدواج عایشه اقوال متعددی وجود دارد، به طوری که برخی سن او را هنگام عقد 7 سال و آغاز زندگی مشترک او را 10 سالگی می‌دانند. حالا این مطلب طولانیه، فقط این رو من برای شما بگم، اگر دنبال حقیقت هستین جناب ناصر، جناب لطفی، من برای شما میخونم. ابن سعد، کاتب راقدی، طبقات الکبری، ترجمه المحمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1374، جلد 8، صفحه 46. هومری المعافری، ابن هشام، 1375، انتشار شده تو ایران، انتشارات کتابچی، جلد دوم، صفحه 418. ابن عسیر، جلد دوم، 1992، انتشار پیدا کرده، صفحه 134. حالا من از منبعای متری برای شما میارم، شما خیلی رو منبعای متری مانو میدید. قاهره، هیئت المصریه العامه الکتاب، جلد دوم، 1992، شعر شده، صفحه 368. دوباره قاهره میارم، قاهره، هیئت المصریه العامه الکتاب، جلد دوم، دوباره صفحه 1333. ترجمه عطا سردارنیا، تهران، مجمع علمی اسلامی، 1362، تو جمهوری اسلامی، صفحه 120. دیگه ابن قیطبه، از شما که میگین مطلب ندارین، ترجمه تول اطاس سردار میاد، تهران، مجمع علمی اسلامی، 1362، یک سال بعدش تو جمهوری اسلامی دوباره، صفحه 147-146. یعقوبی، احمد ابن عبی یعقوبی، راجبه این گفته، محمد ابراهیم آیتی گفته، عسکری، سید مرتضی، نقش عایشه در تاریخ اسلام، کتابه، گفته، صفحه 150-1362 شعر شده. طبری، محمد ابن جریر، 1375، جلد سوم، صفحه 477. همه اینا رو شما میتونید صدای منو ضبط کنید، دونه دونه دارم همه‌ش هم براتون لینک میکنم. یعقوبی، احمد ابن یعقوبی، کتاب، جلد دوم، صفحه 72. دیگه من برای شما همینجا تا 48 مدرک از داخل جمهوری اسلامی، خارج از جمهوری اسلامی، از انتشارات قاهره، از عراق، از همه اینها میارم. اگر دنبال حق هستید مشکلی نه، شما بفرمایید به من یا آدرس اینترنتی بدید، من برای شما لینک کنم. من اونی هم که گفتم شما فرار کردین، دوست عزیز جناب کاوه اینجا هستن، شما فرار کردید، من یه عمر کار یه لحظه خیلی من یه جمله آقا شما سحر تو بزن جمع کردن یعقوب جان، عذر میخوام، شما صحبتی رو گفتی، اون مسئله رو منشن کردی، آقای لطفی جواب بدی. من خانم سهیلا، من الان در مورد این موضوع اون چیزی که گفتم، اگر توی فرصتی در خدمتتون باشم، حالا شبهای دیگه، اون سندی که از کتاب اهل سنت هم هستش که عایشه با یک مردی ازدواج میکنه، طلاق میگیره، بعد در چه سنی با پیغمبر ازدواج میکنه و عقد پیغمبر در میاد و شواهد تاریخی، همه اینها رو با ذکر منبع خدمت شما عزیزان توضیح میدم. اما اینکه ما اینجا فکر کنم آقای یغما برای دعوا اومده، انگار فرار کردی، گریختی، آقای کاوه و آقای سامان فکر میکنم تو اون اتاق بودن، 7 ساعت گفتگو آقای لطفی به اصل مطلب پردازید، یه لحظه اجازه بده، 7 ساعت گفتگوی ما طول کشید، 7 ساعتش هم بنده اونجا بودم، در واقع صحبت کردیم، فکر کنم گروه داشت تموم میشد، یعنی اتاق داشت تموم میشد، آخرایشون اومدن، آقای کاوه اینجا هستن شاهدن، مواردی رو مطرح کردن در مورد این موضوعی که من ادعا کردم. توی شبهای دیگه من سندش رو خدمتتون اعلام میکنم. ببخش شاپرک عزیز، من یک دوستی بود، اینقدر تو اینیسا من پیغام دادن که بیام آره. بالا یک آقایی بود گفتش که من جواب دارم. من اگه آره. دارم آره بیار عزیز بیار، مشکلی نیست. البته من این بحثم میخوام اگه بشه دیگه تو تا چند دقیقه دیگه پایانش بدیم توسط ایمان عزیز. آره باور به ثواب داشته باشیم،
به ثواب و گناه و این مسائل، من باید بگم آقای ناصر و آقای لطفی خیلی ثواب کردن، خصوصا آقای ناصر الان باید اونجا روز باشه و با دهن روزه در راه اسلام تلاش کردن. آره عرض کنم به خدمتتون که آره چون خیلی درخواست داده، الان میگم سعی میکنیم که این بحث هم به حساب زودتر ببندیم و دوستانی هم که دوست دارن دیگه اون هندرایزینگ هم باز کنیم و دوستانی که دوست دارن بیان بالا. آقای اسماعیل شما بفرمایید، چون کشتی منو تو اینقدر پیغام دادی. نه اجازه بده من قبل از اجازه بده اسماعیل. نه اجازه بده بذار اسماعیل جان من صحبت بکنم. از همفکران شما هستن، از همفکران شما هستن، اجازه بده بذار صحبت کنن، چون واقعا کشت من اینقدر پیغام داد. سلام علیکم خدمت تمام بزرگواران و اساتید عزیز. خب من چند تا نکته رو بیان کنم. اول از نکته آقای یغما شروع کنم. برادر عزیز تمام اینهایی که گفتی یک سند داره، وقتی یک سند باشه شما از هزار تا کتاب هم میخونید داری به یک جا ارجاع میدی، پس این یک نکته که ما تعدد نقل داله بر این که تعدد طرق داره نیست، بلکه داره یک سند رو مطرح میکنه. این نکته اول. نکته بعد اینه که در روایتی که میگه عایشه در 6 ساله بوده، اولا خب ناقل خود عایشه است، هشام ابن عروه هم هست که طبق اکثر رجال شناس های اهل سنت ایشون بهش جرح وارد شده. این نکته بعد. نکته بعد آقای اسماعیل، ببخشید آقای اسماعیل یعنی چی؟ بهش چی چیکار میکنه؟ فارسیشو بگید لطفاً. عربیشو منم جر یعنی این یک شخص فاسقی بوده، شرابخواری بوده. وقتی چنین شخصی باشه طبق آیه‌قرآن وقتی که فاسقی برای شما خبری میاد رو ما قبول نمیم. آقای سلیمانی امیری بیان کردن که شما میاد با نسبت با سن اسما مثلا میگید عایشه فلان قد سن داشته. جواب میدم آقای سلیمانی امیری، آیا روایت بدیع الوحی آغاز وحی که در صحیح بخاری آمده اینم تا بال دیدید شما؟ اگر این روایت رو دیده باشید سال اولی که وحی نازل شده بر پیغمبر عایشه داره روایت نقل میکنه. وقتی داره روایت نقل میکنه کمترین سنی که ما بگیریم براش یک شخص بتواند روایت نقل کند 5-6 ساله. خب این 5-6 سال رو نسبت به اون سالهایی که بعدش هست در نظر بگیریم سن واقعی ازدواج به دست میاد. و این تناقضیه که در خودمون صحیح بخاری و صحیح مسلم با اینکه گفته 6 سال بوده و یا همون 9 ساله مثلا 6 سال عقد شده 9 سال ازدواج صورت گرفته پیش میاد. این نکته دیگر رو آقای لطفی بیان کردن، اگر لازمه من آدرس رو هم بدم، که ایشان قبل از پیغمبر ازدواج کرده بوده، حتی بعضی از نقل ها میگن فرزند هم داشته. این هم نکته بعدی. پس این یک چیز بله بعضی ها میگن فرزند داشته، فرزندش از دنیا رفت. آقا این بعضی ها چه کسانی هم؟ جناب اسماعیل عزیز بعضی ها چه کسانی هم؟ ببخشید ایمان جان، ببخشید آقای اسماعیل، شما خود شخصی که یعنی خود زن داره سنش رو میگه، بعد شما میگین این جرح بهش وارده چون فسخ و فجور کرده، پس حرفشو باور نکنیم. نه سرکار خانم این حرفو نگو. نه اشتباه فهمیدید، نگاه کنید نگاه کنید بزرگوار اون شاه فرج خب رو گفتن شاه فرج جان یه آقایی که نگاه کنید گفتن نگاه کنید روایت وقتی نقل میشه. آقای اسماعیلی عزیز فرمودید بچه داشته، منبعش رو ذکر کنید وگرنه مخاطب آقای اسماعیلی آقای سلیمانی قرار میگیره. باشه چشم، هر کسی میخواد باشه. من الان تک به تک تمام نقل هایی رو که بیان کردم اینا رو آدرس میدم، حتی چشم فقط یک لازم هست من سیستم رو باز کنم خدمت شما ارائه بدم، هم دوستان ببینن هم خب من الان سرچ بزنم. بی زحمت یکی از دوستان ادامه بده تا من سندا رو بیارم تک به تک دو دقیقه دیگه بدم تحویل. ناصر می‌خواستی بگی؟ ناصر صحبت کن. عرض میکردم بس من بنا با آقای ایمان باشم، تو انقدر بحثا پراکنده و متداخل شد که بنده راستشو بخوای دیگه اصلا قاطی کردم. جناب ایمان من یک بار دیگه درباره اون شبهاتی که فرمودید پاسخم رو عرض میکنم، عرضم رو تکرار میکنم. یعنی بنده در حوزه نسخ قائل به نظر جناب آقای خویی هستم، نسخ رو صرفا در یک آیه میدونم، اون آیه هم که در قرآن درباره نسخ آمده رو ناظر به امور تکوینی میدونم یا احکام شرایع پیشین،
و اما اون آیاتی که به ظاهر متعارض میاد رو بنده قائل به جمع دلالیش هستم، یعنی همون آیه لا اکراه فی الدین، آیه ادعو الی سبیل ربک، آیات مختلف، آیه قولوا للناس حسنا، همه این آیات با آیات سوره توبه قابل جمعه و هر کدوم از اینها در ظرف زمانی خاصی معنا و مفهوم پیدا میکنه. آری در شرایط خاص ما مجاز هستیم به قتال با مشرکین، اونجایی که ناموس مسلمین در معرض تعرض در معرض ظلم و تعرض قرار بگیره، ولی در امور دیگه در سایر حالات ما مکلف به آیات دیگه هستیم. این تعارضی نیست. درباره فدک هم که من عرض کردم، جمله مفسرین و مورخین قائل به اینن که اون ماجرای سوره مبارکه انسان و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون اطعام مسکین و یتیم و اسیر که حضرات معصومین قوت خودشون رو به اونها دادن، همه اینها بعد از فدک بوده و علت فقر و تنگ دستی اون حضرات هم این بوده که تمام مایملک خودشون رو از فدک انفاق میکردن و علت این که فدک در دست این حضرات بوده این بوده که بعد از رحلت پیامبر و در زمان خلافت از بیت المال مستغنی و بی نیاز بشوند. اما راجع به مبحث آیشه، راستشو بخواید من به شکل دقیق در این موضوع نمیتونم نظر بدم، نظراتی که دارم فکتای دقیقی نیست، بلذا منطق علمی و انصاف علمی جواب میکنه که در این باره سکوت بکنم. اما راجع به عنوان، بزرگوار راجع به عنوان اگر بحثی داری داخل در این عنوان هر سوالی که هست، و نه 7 ساعته دارم با شما صحبت میکنم، 7 ساعت دیگه هم حاضر به صحبت کردن هستم. بفرمایید. چاپرک جان الان سن عایشه رو راویان سن عایشه رو سرچ کردم، اولین راوی خودشه، اگه اشکال نداره تونتون عروش میخونم روایت خود عایشه، شاید چنین به نظر آید که چون عایشه راوی این روایت هست پس طبیعی است که سن خودش را بداند، ولی با توجه به حسادت های عایشه نسبت به دیگر همسران پیامبر که روایت های کثیری در این باب نقل شده، عایشه بیشک برای قیاس و به رخ کشیدن و ارضای حس برتری هم که بوده، باید جهت مقایسه هم که شده سن همسران دیگر پیامبر را نیز روایت میکرد. مثلا میگفت من 6 ساله بودم و همسر دیگر 50 ساله. با این وجود هیچ جای عایشه اشاره‌ای به سن دیگر همسران پیامبر و باکره بودنشان نکرده است. یعنی اینجا اومده میگه چون سن بقیه رو نگفته پس خودش هرچی گفته برده زیر سوال، روایت خود زنی که در مورد خودش صحبت کرده رو برده زیر سوال. نوشته 3 تا راوی که اولیش خود عایشه بوده. عرض کردم بنده یک موسوعی هست بیسی به این رجوع بکنم، من داخل کتاب کنم هست بیسی فکت از اونجا جمع آوری کنم بخواید برای شفایاتی. اما جناب آقای ایمان راجع به همین سرفصل حقوق زن در اسلام اگر فرمایشی دارید بفرمایید. خب اجازه هست من این همه نکات که دوستان گفتن رو یک توضیح بدم. خب اولین مسئله این که ببینید جناب ناصر عزیز بحث از شخصیت هایی میکنه که خب تاریخی هن، اما من لازم میبینم اینا رو پاسخ بدم. اتفاقا پاسخ من نکات جالبی هم داره. ایشون سخن از صفان ابن امیه کردن که حتی زمانی که پیامبر مکه رو فتح کرد ایشون فرار کرد، پیامبر به او امان داد. من عرض کردم پیامبر اسلام برخی از بزرگان قریش رو حتی زمانی که مشرک هم بودن پذیرفت به عنوان اینکه اونها رو نکشه، در حالی که خب همه میدانن اینها مشرکانی بودن که با پیامبر اسباب نزاع رو فراهم کردن. اما چگونه اینها مسلمان شدن؟ ببینید پیامبر اسلام خب طبیعتاً خلق و خوی اقوام خودش رو میدانست، به همین دلیل بعد از فتح مکه اینها رو با خود به جنگ میبرد و به اونها غنایمی میداد که مسلمان شدن. به عنوان نمونه همین شخصیت یعنی صفوان ابن امیه چگونه بوده و چگونه مسلمان شد. واقدی در کتاب مقاضی در صفحه 720 اینگونه مینویسه که ما یعنی در واقع مسلمانان رفتن به جنگ با قبیله حوازن در منطقه حنین، اموالی رو گرفت. حالا صفوان ابن امیه در کنار پیامبر ایستاده، مشرکه، در زمان جنگ به پیامبر اسلام زره و ادوات جنگی به آریه میده که مسلمانان با اون بتونن بجنگن. حالا پیامبر به خاطر اینکه او رو مسلمان کنه چه وعده‌ای به اون میده؟ واقعی میآورد در صفحه 720 پیامبر صلی الله فرمود از این دره
خوشت آمده است؟ منظور دره‌ای بود که غنایم رو جمع کرده بودن در اونجا، گاو و گوسفند و شتر رو، در حال اموال مردم. گفت آری، منظور صفوان. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. صفوان گفت هیچ کسی به این کار رضایت نمی‌دهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی میدم که تو رسول خدایی. یعنی آقای صفوان ابن امیه با گرفتن رشوه یک دره غنیمت مسلمان شد. نکته دیگر، جناب ناصر عزیز، بخشیدن که نمیتواند در یک جا که به نفع خود منه محقق بشه در جای دیگر محقق نشه. صفوان ابن امیه، اکرمت ابن ابی جهل و افراد دیگر با محمد جنگیدن، اما محمد اونا رو بخشید. اما سوال من از شما اینه، چرا در همان زمان فتح مکه پیامبر اسلام دستور کشتن دو زن آوازخوان رو داد به نام فرتنه و قریبه که اونها یکی از اونها رو کشتن؟ به چه دلیل؟ صرف این که یک زنی آوازخوان بود و محمد رو نقد می‌کرد؟ کسانی که در میدان نبرد با او بودن رو بخشید، چون سران قوم بودن و به هر حال میتونست با اونها در واقع همیاری اونها بر عده خودش بیفزاید. اما به چه دلیل دو زن آوازخوان رو کشت؟ آیا اونها در میدان جنگ بودن؟ پس این رفتار پیامبر شما قابل توجیه نیست که بگویید یک مصداق بیارید او رو بخشید. بله، بخشیدن او دلایل بهتری داشت برای محمد تا حذف او، اما زنان دیگری که با او مخالف بودن رو دستور کشتن اونها رو داد، یا حتی افرادی مثل ابن خطل و دیگران. اما نکته دیگر این که ببینید، دوست بزرگوار اشاره میکنه که عایشه قبل از محمد ازدواج کرد. خیر، ازدواج نکرد، در وعده ازدواج جبیر ابن مطعم ابن عدی بود. مطعم ابن عدی کسی بود که به پیامبر اسلام جوار داده بود در رفتن به طائف، نزد قریش دارای وجاهتی بود. میان عایشه و جبیر وعده ازدواج محقق میشه، نه اینکه ازدواج صورت گرفته بود. نه، اتفاقا یکی از دلایلی که اون ازدواج هم سر نگرفت کودکی عایشه بود. یعنی وعده داده بودن، مثل اون چیزی که مثلا در گذشته در ایران هم بود، دختری پسرعموی دخترعموی با هم وعده میدادند و حالا به هر حال بعدها که بزرگ شدن ازدواج بکنند و اینا. خب پس همین هم یک قرینه است. اما دوستی اشاره کرد ایشون فرزند هم داشته، که خیلی برای من جالبه که ایشون یک فرزند بیاورند، چون ما نقل قولهایی از پیامبر داریم که وقتی عایشه نسبت به خدیجه حسادت میکرد، پیامبر به عایشه میگوید او تنها زنی بود که من از او صاحب فرزند شدم و در واقع اون به نوعی زن مورد علاقه من بود. خب اگر عایشه میتوانست فرزنددار بشه، میتوانست زندگی بکنه، میتوانست فرزندی داشته باشه، او رو در کنار خودش نگه میداشت. چه مشکلی وجود داشت؟ مگر ازدواج های حفصه با خنیس ابن حذافه، ام سلمه که بچه‌ای به نام سلمه داشت که بعداً محمد برای او همسری گرفت، مگر ممنوعیتی بود که فرزندان خودشون رو پیش خودشون نگه دارن؟ و چه دلیلی داشت که عایشه فرزند خودش رو کنار خودش نگه نداره و مشخص نباشه که چون این فرزندی متعلق به کدوم پدره؟ دوستان عزیز من توجه ندارن. ببینید، حالا اون دوستی آقا اسماعیل آمده بود گفت هشام ابن عروه جر شده. دوست عزیز من، بسیاری هم تعدیل شد. شما به بنده بفرمایید نظر چه کسی برای شما مورد وسوخه؟ ببینید، ابن اسحاق رو چه بسا شمس الدین ذهبی تفسیق میکنه، ابن حجر عسقلانی توصیق. شما نمیتوانید بگویید بله او آمده چون مثلا فلان کرده، این آدم مثلا از نظر ما اعتبار نداره. نه، هشام ابن عروه فرزند عروه ابن زبیر، شخص داره وجاهته. او افرادی در کنار او بودن مثل ابن شهاب زهری و دیگران که اینا همه از زبیریانن، موالیان زبیریانن، که اینها احادیث، تاریخ، سنن رو برای دیگران به یادگار گذاشتن. پس بنابراین شما در 1430 و اندی سال بعد از پیامبر اسلام در جایگاهی قرار گرفتید که میگید مثلا اون شخص که 120 سال بعد از محمد زندگی کرده، امروز ما متوجه شدیم که ایشون داره اعتبار نبود. اگر بگویید نه خیر، عالمان رجالی در گذشته چون این گفتن، مگر شما بالاتر از ابن سعد میخواید؟ خود ابن سعد از بزرگان رجالی است. در جلد پنجم، ششم، به خصوص جلد ششم و هفتم بحثای رجالی مطرح میکنه. یعنی اولین کتابی که شاید در عالم تسنن بیشترین بهره از او برده شده، نه کتابای دیگری نبوده، بهره شده ابن سعد. ابن سعد در مورد همین عایشه اقوال مختلف او را آورده، چه در جلد دوم
چه در جلد هشتم. پس بنابراین شما نمیتوانید بگویید که ما نظر یک شخص رو میگیریم و او رو رد میکنیم. شما باید در کنار بقیه جنبه های مختلف اون رو بررسی بکنید. حالا ما منتظر هستیم که این دوست بزرگوار که ادعا کردن آنچه فرزند هم داشته بفرمایند این فرزند کیست، فرزند چه کسی است، زندگی او چگونه بوده و به نحوی برای ما روشن بکنن که این شخصیت تاریخی که من تا به حال ندیدم و یا نشناختم و نخواندم از کجا سر در آورد. من منتظرم که ایشون بفرمایند بعد پاسخ خواهم داد. ممنونم جناب سلیمانی. ایشون منظورتون آقای لطفی بود؟ نه جناب اسماعیل. نه آقای اسماعیل که فرمودن ایشون فرزند هم داشته، من میخوام فقط بفرمایند که فرزندشون کی بوده، کجا زندگی کرده، چه خصایصی داشته که بنده بعد پاسخ خواهم داد. ناصر میکروفون رو ببند. آقای اسماعیل بفرمایید. خب سلام مجدد. خب اولا من میگم الان پیداش نکردم، حالا بذارید یه دو سه دقیقه دیگه هم با سرچ بزنم رو پیدا میکنم. فقط دو تا نکته رو بگم. اینکه فرمودن قبل اینکه ازدواج کرده باشه این در حد مثلا عقد و صحبت و اینا بوده، من دوست دارم آقای امیری متن عربی رو برای ما بخونن ببینم از کجای این متن این رو برداشته که فقط زبانی بوده. میخوام این رو برای ما بخونن، این رو بیان کن. یه نکته دیگه که آقای امیر سلیمانی امیری فر بودن این بود که ما بیم مثلا ابن سعد رو بیم نگاه کنید، جرح وقتی داخل بحث میشه جرح طبقه بندی داره، جرح مفسر داریم، مفسر داریم، اینها باید بیان بحث بشه. حالا سوال میشه خب کسی که فاسق شراب خوره دیگه، اینجا خود آیه قرآن داره میاد میگه دیگه وقتی یک خبری آمد فتبینو، برید تحقیق کنید، بررسی کنید. وقتی ما میریم بررسی میکنیم میبینیم در مقابلش روایت بدیع الوحی هست، مقایسه سنش با اسماء هست، مقایسه سنش با حضرت فاطمه زهرا هست، پس 4 تا 5 تا دلیل محکم متقن وجود داره که این جریان رو میبره زیر سوال. حالا اینکه آقای امیری آمدن میگن الا و بلا اینه و فلانی، الان بعد این همه فاصله رو چجوری میگید؟ همانطوری که ابن سعد آمده گفته، کسان دیگری هم آمدن جرح وارد کردن. حالا جرح انواعی داره، زمانی که جرح مفسر باشه، علت جرح ذکر شده باشه که چرا آقای مثلا هشام ابن عروه یا فلانی این شخص مشکل داره، وقتی دلیلش ذکر شده باشه میشه جرح مفسر، یعنی تفسیر داده شده. در نزد اهل سنت جرح مفسر بر تعدیل مقدمه، یعنی زمانی که شما جرح داری دیگه بحث به جای دیگه کشیده نمیشه. حالا گاهی وقتا یه جرحی هست مفسر نیست، علت جرح ذکر نشده، اون میشه یک بحث دیگه. جناب اسماعیل من یه سوال از شما دارم، آیا بین عالمان رجالی اختلاف هست یا نیست؟ خب وقتی اختلاف هست مبنایی هم وجود داره که میان، وقتی این مبنا وجود داره بین این اختلافات رو حل میکنن. خب ما داریم اختلاف اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، حل میکنیم و ما جناب اسماعیل ببینید حل میکنیم رو ما حل میکنیم، اما ابن حجر بر رأی خودشه، شمس الدین ذهبی بر رأی خودشه، درسته؟ سوال من از شما اینه چه دلیلی وجود دارد که الف شخصی رو توصیق میکنه، ب شخصی رو تفسیق میکنه، دلیلش چیه؟ خب احسنت، من یه نکته بگم. اولا در میان تمام علمای اهل سنت اجماعه که وقتی جرح مفسر وارد شد جرح بر تعدیل مقدمه، وقتی بحث اجماعه دیگه بحث تمام میشه. نکته دوم که فرمودید چه دلیلی وجود داره، خب از لحاظ بحث کتاب سیر، کتابهای تاریخی، کتابهایی که آمدن شرحهار رو نوشتن، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، اینها افراد میارن گزارش هایی که درش داده شده رو بررسی میکنن و بعد از آن که بررسی کرده میان مینویسن مثلا فلانی ثقتون عالمون جلیلون، تک به تک مینویسن. یکم میبینیم مثل احمد ابن حنبل میاد مینویسه که عمر ابن سعد با حالی که قاتل امام حسینه ولی ثقتون ثقه هست. ما اینا رو داریم داخل تاریخ داریم میبینیم. خب وقتی میگیم آقا مرتکب قتل شده جناب احمد ابن حنبل چطوری میتونه ثقه باشه؟ اینجا هم که الان داریم دلایل میبینیم، وقتی آقا یک شخصی فاسقه شراب داره میخوره، اون شخص شرابخور چجوری میتونه قولش حجت بشه؟ یه لحظه اجازه بفرمایید ببینید، شما از شما همه اینجا فاسقیم، چجوری خانم شجریزاده عزیز این لحظه چش اون جواب شما رو هم بعدم میدم. در مورد فسق نگاه کنید، فسق یعنی چی؟ ما فسق یک عملی که اسلام حرام کرده کسی انجام بده میشه فاسق. احتمال داره شیعه این کار رو کنه فاسق میشه، یک سنی که انجام بده فاسق میشه، یک کافر هم انجام بده فاسق میشه. پس فسق یعنی یک عمل حرامی رو کسی انجام بده.
اعتماد یکی میدید شما همه کافران نه اعتماد... به حرفش نباید به حرفش استناد کنید چون فاسقه. آها اینجا قرآن به ما گفته احسنت، اینجا قرآن به ما گفته فتوینو، برید بگردید، برید آرا رو ببینید، ببینید آیا قرینه هست، آیا کسی دیگه این رو میگه، آیا این حرفی رو که داره میاره شاهدم داره، اگر شاهد داشت ازش قبول کن، شاهد نداشت بذار کنار. این میشه معنای خود قرآن داره برامون. خیلی ممنونم جناب اسماعیل. اجازه بدید آیه سلیمانی لطفا در پاسختون این رو ببخشید، من فقط نم... برای اینکه روشن بشه برای خود من، آقای سلیمانی این رو لطفا بفهمید که ما اصلا میتوانیم با بحث درون دینی به مطالب بیرون دینی هم بپردازیم یا نه. ممنونم. ممنونم سامان بابک جان. سامان قبلش آره یه چیزی بگم، من میخوام بگم این دوست عزیزم اسماعیل، من تو نبودم یه لحظه تو بحث رفتم شرمنده دیگه، ما اینجا هم داره صبح میشه، عرض کنم که در مورد عایشه داشتم میگفتن که قبول ندارم و فاسد هستش. آقای اسماعیل سوالم از شما بود. نه نه آقا بابک، نگار راوی که آمده این رو بیان کرده. ببخشید اوکی متوجه شدم. سرکار خانم ببخشید، بنده باید اینجا نماز صبح رو بخونم، این نشته عرض بکنم، دو رکعت رو بخونم در خدمتتون هستم. ما هم دیگه بحث و دوست عزیز دیگه کم کم میخوایم جمع کنیم ببندیم. دوستان خیلی پیغام دادن میخوام با صحبت کنم. اجازه میخوام از خدمت مرخص شم. چش فقط آقای سلیمانی هم پاسخو بدن، یه جنبندی می‌خواستیم بکنیم در دو دقیقه. خدا حافظ همگی. اوکی باشه، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنونم آقای لطفی، وقت شما بخیر. ممنون. یادم رفت بگم تئاتر عبادت قبول. اوکی اجازه دارم من یادم رفت بگم بفرما شما بفرما، فقط ده حد دیگه جنبندی و اینکه آقای سلیمانی هم دیگه اون پاسخ نامه فقط خانم سویلا، من کامپیوتر اینجا روشن کردم، اگه جناب اسماعیل مدرک بگن من همینجا سرچ میکنم دنبال میرم که ببینم مدرکش. سپاسگزارم یغما، سپاسگزارم.